بیا اینجا. چی میگی تو فرمایش؟ میگم بیا اینجا. مثل که نمیفهمی هرچی زور میزنی دیگه نمیتونی به من دستور بدی. نه دیگه نمیشه، ببین من لمش دستم اومده. بابا یه مش بزن تو صورتش. چی؟ من؟ بابا من رو قاطی این جریان نکن، من الان یه غلطی میکنم بعد بدبختیش مال منه. بشین بینم فریدون، بشین بینم. ببین بس که نمیفهمی تو، هرچی هم جون بکنی نمیتونی من رو اسیر دست خودتو کنی. شما دوتا اسیر دست منی. یه تو میگفتی چه دستایی منی آخی. بایستا آقای سلیمی. بله بفرمایید. آقای سلیمی شما توی این بانک صندوق امانات دارین؟ بله. محتویاتتون صندوق امانات چیه؟ جواهرات خانوادگی، ارز، سکه. خوبه. خب این کیف منو بگیرین. تشریف میبرین بانک، محتویات اون صندوق امانات رو میریزین توی این کیف، با هیچ کس حرف نمیزنین، سریع هم میایین پیش من. بله چشم. ممنونم. فهمیدی پس؟ چه فهمیدم؟ دختره این چیه؟ این چیه زدی؟ نه آخه میپرسن قبل از زدن. این چیه؟ نه این چیه بود زدی؟ خوبه چیه؟ خوبه چیه؟ بگو خوبه برم اومد بیا. آقا برم اومد ها؟ آقا یه دقیقه متمرکز به من بگو چیه ماجرا دیگه. علمی با من صحبت کن، من بفهمم این شیوا این قرصا رو چیکار میکنه. جان باشه ببین، این قرصا از گذشته سالها خاصیتش عوض شده، برای تو زورتو زیاد میکنه، برای اون زبونه. یعنی چی؟ زبونش دراز میشه، بلند میشه زبونش، گوش به نه 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 اقنا اقوا. چی میگه؟ نفوذ کلام. خب چرا؟ چی چرا؟ خب میگم چرا اون نفوذ کلام منظور؟ چرا مثلا خب برعکسش نه؟ نمیزن. چرا مثلا من نفوذ کلام زبونم دراز نشه، اون زور زیاد شه؟ خب یه دقیقه گوش بدی. ببین مردا تاکسی تاکسی. Thank you.
الو سلام جانم، بیرونم نمیدونم. نه 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 نمیدونم گل خانومه، شما هم گیر دادی یه زن بگیر زن بگیره، غیر این موضوع چیز دیگه نداری فکر کنی تو طول روز؟ نمیخوام زن بگیرم، نمیدونم الان معلوم نیست کی بیام. باشه خداحافظ. اچه گیری میدن به آدم هی زن بگیر زن بگیر. ازدواج کنی زندگیت بهتر میشه، رو به جلو میره. آه من میگی زن بگیرم، هیچ مسئله ای نداره. مسئله ای نیست. نه باشه، من الان برسیم یه جا، من سریع میرم زن بگیرم. اوه میخوای برم دایی بکشم گمه گورش کنم که دیگه پیدا نکنن؟ چی؟ من کلی کتابهای پلیسی مطالعه کردم. چی؟ مثل پوارو، خانم مارپل، شلوکوز. اوه موام که داره در میاد. من کلی کتابهای پلیسی مطالعه کردم مثل پوارو، خانم مارپل، شلوکوز. شما چرا اصلا دفعه قبل تو محل سرقت دوباره سر کلت پیدا شد؟ این دفعه با کی قرار داشتی؟ باز امر خیر؟ تو انداختی؟ نه مال من تو کیفم. میگم فقط تصاویر گنگی تو ذهنم و هیچ یادم نمونه. نمیدونم چرا اصلا عجیبم. برای یوسفی این الان خودش یه سرنخ جدیده ها. نمیدونم، من یه لحظه یه ذره چشم سنگین شد ولی حواسم واسه اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده. این توران اومده دروغکی به ما گفته که این شیوا مریض قرصیه. فهمیدی؟ چو فهمیدم؟ دختره. خیلی بامزه است که مثلا آدم اثر انگوشتش یه جده زارانه. خیلی بامزه. من اصلا انگوش ندارم. خیلی اتفاقی جایی که سرقت اتفاق افتاده جناب علی داشته غذا من لحظه برم. کجا؟ آجی این برم با روحیاتی که ما از کامران جان میشناسیم میدونیم که اصلا آدمی نیستش که میخواد سر پست بابت کاهلی و تنبلی بگیره بخوره. بعد شما از این قرصا که کشف کردی حتما به همسر رو بگم دادی که فهمیدی پس چو فهمم. میگم یعنی چی؟ میگم از این قرصا به اونم دادی؟ چی؟ آره میگم از این. خب یعنی اونم باید الان تو این زور زیاد شده باشه دیگه، اون باید الان بره زور آزمایی کنه. نه زور آزمایی نه. بچی نه بچی چرا نه؟ آقا یه دقیقه متمرکز به من بگو چیه ماجرا دیگه، علمی با من صحبت کن، من بفهمم این شیوا این قرصا رو چیکار میکنه. جان ببین این قرصا از گذشته سالها خاصیتش عوض شده، برای تو زورت زیاد میکنه، برای اون زبون. یعنی چی؟ زبونش راز میشه؟ بلند میشه زبونش؟ گوشش به ما؟ نه اقنا اقوا. نفوذ کلام. بعد من تا این قضیه رو نفهمم خوابت نمیبره. نه دست از سرت بر نمیدارم. اونجا این شماره کارتتو بده من بزنم برات. ببخش من پول نقرم رو نیست. من الان ولی سری میزنم برات. بفرمایید. بده من. آقای مقیمی. بله. آقا ممنونم. ببخشید تاخیر گذاشتم. سلام. باش. آخش
تشنم بودا. دستت. او چه دسته؟ روزنامه نمیخوی؟ تو عمرت یه خط کتاب نخوندی پدر من؟ من همیشه مطالعه کردم، بعدم اومدم این شیشه ها رو تمیز کنم، توش مطلب راجع به تربیت فرزندان بود، گفتم بخونم که تو یهویی اومدی. من میخواستم این سطله رو بزنم تو سرت. برای چی؟ ها سرت یا بابا، یکی همش روزنامه به دست منو میپاد، من ذهنم درگیر اون شده بود، اشتباه گرفتم. اگه تو رئیس جمهوری که بخوان تعقیبت کنن مخالفات چیه؟ میگم اگه تو رئیس جمهوری که مخالفات تعقیبت کنن چیه؟ میگم برای چی دستت بود؟ برای چی میخواستی منو بزنی؟ بیا تو بابا، تا انرژی تمام نشد این یخچالا رو جابجا کن. روانی واقعا داری میای تو؟ الان گفتی بیا تو. من گفتم شعور تو چرا نمیرسه؟ این مونده وسط خیابون، بذارش سر جاش. یعنی چی فرهنگ؟ برو. خدایا چه گناهی کردم به درگاه تو؟ گذاشتم سر جاش. عجب بابا. کامران اون چیه رو سرت گذاشت؟ جانو کلاه پشمی رنگی خیلی جلفه. چیکار میخوای بردارم موهم باشه؟ فقط اینقدر بزرگه مدلشه دیگه، مدل بزرگه. اینا چرا نمیزنی موهاتو؟ موهامو بابا گیری کم، یک ساعت پیش مومو زدن دوباره موم در اومده. به من چه ربطی داره؟ خب الان آبرون ما رو میبری؟ کامران من ما تنک های معقول رو چرا زیر سوال ببری؟ آقا چرا اینجوری میکنی آخه؟ تنک که به تنک تو برم. تو با تنکی آبروت نرفته؟ با موی بلند من آبروت. بیا اون توتی رو ببین. بیا بیا بابا. کدوم توتی؟ بیا توتی نیست تو مغازه. چرا بیا؟ تو توتی که گرفتی؟ بابا بیا بیا بشین اینجا عزیزم. الان کی میگی توتی؟ بشین اینجا بشین. کو توتی؟ توتی کو؟ اینها. این چیه توتی به من؟ میخوام موهاتو از ته بتراشم. مگه نگفتی توتی میخوام بهت نشون بدم؟ عزیزم من میخوام موهاتو از ته بتراشم. آقا آبروی ما رو بردی تو این محل. چه آبروی؟ من میگم موهامو زدم فایده نداره دیگه، بعد بری خیر زکریا رو بگیری. هر چی میزنم در میادم اون موقع. اینکه گیری کردیم ما. راست میگی. راست میگی بابا. این داره از ما سوء استفاده میکنه. همینو میگم. نه اون از اون نازنین خالم که برش داشت، این از این موهای تو. فردام یه چیزی میزنه رو سر من شاخ در میاد. حالا خوب بود بابا؟ نه خوب نبود. اصلا انگشت من، هویت من ازم گرفت. حالا هرچی اصلا بحث چیز دیگه است. من میگم اصلا منو تعقیب میکنم. من میگم میخوام منو بدزدن. اصلا این خیالت نیست پسرتم من. ای بابا حالا واقعا داشتم تعقیبت میکردم. بله گوش نمیدی حرف منو، قبول نداری حرف منو. ای یعنی چی؟ کامران میگم نکنه همونایی که میخواستن زکریا رو بدزدن دنبال تو هم؟ حتما دیگه. آخه تو به چه دردشون میخوری؟ اون بازم مختره بود، قرار یه چیزایی اختلاع کنه که به دردشون میخوری. آخه تو به چه دردی میخوری؟ چرا باید تو رو بدزدن؟ حتما به درد میخورم، میخوام میام منو بدزدن دیگه. چه بحثیه؟ من چرا میپرسی؟ خودشون باید بپرسی. فکر کنم خاطر موهات باشه. نه چرا باهاش مورد مذاکره نشین؟ من اجیر نمیشم. اجیر نمیشم چی؟ قربونت برم. خوبه فردا بیان یه گونی بکشن رو سرت، ورت دارن ببرنت، نه چیزی دست ما رو بگیره، نه بفهمیم کجا بردنت. بعد دست تو این انگشتاتو قطع کنم بگم برای پول بفرستا آزادش کنیم. به خدا یه قرون نمیدم ها کامران، یه قرونم نمیدم. چرا میخوای استفاده ابزاری از من بکنی؟ مگه من اولادت نیستم؟ دقیقه منو ببین. دقیقه منو ببین. مگه من اولادت نیستم؟ چرا؟ استفاده ابزاریه این. حرف نزن بابا. همینو یاد گرفته تکرار میکنه. پاشو گم شو برو بیرون. بشین. میخوام برم بیرون.
عجب گیری کردیم. کامرا بیا این موهاتو بزنی بفروشیم. استفاده ابزاری یا این کار من نمیکنم. نه نیست. یه آدم تنک رو در نظر بگیر که دوچار مشکله. میفروشیم بهشون کلاگیز درست میکنن اکستنشن حالا هر چیزی درست میکنن همونا راضی همون راضی باش دیگه راضی باش چیه من هزار تا کار دارم عزیز من مال تیم دو نفره امنیتی تشکیل دادیم چغر وایسادی با کار نمیتونم من این کار انجام بدم نمیتونی نه میرم بیرون بابا بنم کن از این بعد ماهی 3 میلیون خرجی میدی به من چرا با ما 3 میلیون همینی که هست همینی که هست ببین دوره موف خوردن موف خوابیدن تموم شد دوره‌ای که گل خانم هر روز 200 تا تخم مرغ بگه حسام حسن فرد تموم شده فهمیدی؟ یا همکاری میکنی یا میدو بیرون از مغازه 3 میلیون ماهی خرجی من همکاری نمیکنم گم شور از مغازه من بیرون مرگ بگو خوب اولش ای بابا چرا اینجوری میکنی؟ بزن خب دارم میزنم دارم همین خب باید بمالم دیگه موهاتو موهام بزنم؟ فردا میرم موهام میزنم نمیخواد بری بزنی خودم برات میزنم نه خواهش میکنم نمیخواد دست به موی من چرا بابا یه بار زدی دست درد نکنه نمیخواد اولش فردا بزنم من نمیفهمم چی میگی از اولش هم بهتر میشه آها مومو بزنم میگی باش آقا 5 تا کلمه با هم دیگه دارین قد یک کتاب قطور مطلب توش جا میدی این نتیجه سالها رفاقت به دوستی محبت بین من و زکریوس جان ببین ما اینقدر با هم نداریم که به یک زبان مشترک رسیدیم زکریا چرخ زکریا دکمه زکریا میخوام یه تغییرات اساسی تو زندگی بدم کلنگ زب در 3 1 2 1 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
گفتم از اول بسازم سه طبقه بسازم، بعد گفت یکش برا من، گفتم نه دیگه دو، بعد گریه کرد بغض کرد خیلی ناراحت شد، کلی فکر کردم بهش گفتم که باشه. اینا همه توی... چی اتفاق افتاد توی این مدت دیگه به یه زبونه بغضش کجاش بود؟ همونجا اولش که گفت دو من گفتم یک، تو بغضم آره بود تو. بعد دیگه طبقه دومم من و گل خانوم، طبقه سومم میشه برای پسرم کامران. گرم چی گرم؟ دمت گرم دیگه، خودتون همه به هم گفتیم مثلا این دیگه چه طرز حرف زدن، بدم میاد کلماتو میخورن اینجوری. بابا این همه به هم گفتین الان چشه؟ ما فرق میکنیم، فرهنگ پشتشه، پیشینه پشتشه. خب عجب همین تشکر کردم طبقه سر دادی به من. نه ولی تو باید بیای پیش ما زندگی کنی. چرا؟ مگه من باید رهن اجاره بدم؟ قسطو از کجا بدم؟ پول ندارم من که. من خوشحال یار و یاوری هم ندارم که. کمکی نمونه به من. استقلال گفتم پیدا کنم. این همونی که ما دیدی به دستش میگم چند سی سی؟ 300. 300. 250 300. بله. ببین اینا رو کوچیک کنی. مثلا چند سی سی کنی؟ 3 سی سی. سه قطره. میشه چند تا؟ 300. 100 تا. خوبه دیگه 100 تا میفروشیم به این تنکای نیازمند. نه چرا نه؟ نه چرا نه؟ نه چرا نه؟ نه علم ثروت. میگه اینا با هم چیز نیست. نه چه آره فلسه میگه آره یا علم یا ثروت یکیشو انتخاب کن. من گفتم ثروت گفت ولی من علم. ولی فکر داره چقدر مگه میخواد تش پول بده بشه؟ خیلی بابا، سه تاشو میبریم تو مغازه برای این تنکای مستضعف خب حسن و اینا، بعد میزنیم، بعد اشانتی عکس میگیریم من کله هاشون تبلیغات میکنیم. خب برو فردا بزن، فردا میزنم. باش.
این بلای تنوک میاد هر سی سی رو 50 میلیون میدیم میره. نمیدونم بریم دیگه، حالا که خوابی دونه باشه بریم. من برم الان موقع بزنم، الان میرم من خودم میزنم. نزن دیگه بابا، بابا من میزنم در میاد یه ساعت آنه تو، من خودم میزنم. آره بریم خوابید، بریم بابا، بریم بریم. زشته از من چه کاریه میکنی؟ پدر منی، الگوی من بزرگ واقع. شما کسی هستی که دزدی به من یاد بدی؟ یه حرفا چیه؟ من این نداریم دزدی چیه؟ کیفه نداریم، ناراحت شد گفت دست دیگه، یعنی دست نزن دیگه، بر میخونه با آدم. من از همینجا شما خواهش میکنم اگر هم چیزی میخوای برداری واقعا دور از چشم من باش. بریم پسرم. باش. سرهنگ کجاست؟ کجاست؟ آقا من تو حالی از ابهام هم، من نمیدونم چه برخوردی. خوبش رو میگیرم. نه من که میشه میدونی از جای خوب میگیرم دیگه. کیه؟ اونم 3 کیلو. سر و زمیزه این گل چشم برو چشم. نه سفارش میکنم کیه؟ جای خوب میگیرم. خودش بسته بندی میکنه. کیه؟ تمیز میکنه. نه خوبه. کیه داشت داری حرف؟ زن داییه. زن کدوم دایی؟ زن دایی من، زن دایی تو دیگه. جانم چشم چشم، همه رو میگیرم امشب بیارم. کاری امری فرمایشی. خدا حافظ. خدا چیه؟ چته؟ بابا من تو وضعیت قرمزم دایی. کی؟ دایی، عمو، بهرام، روزبه، سرهنگ، چه فرقی میکنه؟ میگم آقا حال خوشی ندارم من. برو بشین. نمیتونم بشم. ذهن عرفه تو حالی از ابهام، یه مرد روزنامه به دست تعقیبم میکنه. موها چقدر خوب شد؟ ممنونم. آره خیلی خوب شد، قشنگ تمیز شد، کوتاه شد. چی بود چندش؟ آقا من جدی دارم میگم، میگم 2 روز تمام صبح تا شب از خونه تا محل کار، محل کار تا خونه، یه آدم توی ماشین مشکی روزنامه به دست داره منو تعقیب میکنه. مشکوک نمیشی؟ چرا؟ امنیت جانی نمیخوام، خواهرزادت نیستم. خب چی؟ چی میگی؟ برو به جای این حرفا اون منبع شیشه شور ماشین رو پر کن، خالیه. منبع شیشه شور چقدر آب توش جا میگیره؟ زیاد میگیره، تو که میدونی اون بزرگ زیاد جا میگیره دیگه. آقا پر نمیشه این منبع. علمی با من صحبت کن، چه عدد بده؟ 500 لیتر بریز اصلا، 560 لیتر بریز. برو. بابا امنیت جانی، مرد روزنامه به دست، من برو. تیر، تفنگ، فلان، برو. برو شما میگم نامحسوس تعقیبش کنی؟ شما یه جوری آشکارا رفتین سراغ یارو، این اسکل مشنگم تمام جیک و پوکتون رو فهمید که آقا با ماشین مشکی روزنامه جا هرچی شک برانگیزه شما نمیخوام اصلا، رویت شدید دیگه، لو رفت. نمیخوام اصلا تعقیب کنی، تمام پروژه تمام. حسن آقا، حسن آقا، حسن آقا، سلام، خوبی؟ ببخشید. خوبی حسن؟ شما چطوری؟ خوبی؟ قربونه. شما چطوری؟ پات روشین بود؟ برقی داشتی؟
خوبی؟ حسن آقا جون من از طرف آقا رمزونم بابت اون داروه هست؟ آه مجونی خوبی؟ چه سرد شده خیلی امروز و بیروز که اصلا وحشت بود اومدی برای اون؟ آره حقیقتش خیلی تعریف کرد ببینمت چطوره؟ بچه خوبه؟ وایس اینجاشیم وایس وایس سراخ سراخ کاشتی نه؟ یکی دو بار آره مجونه تزمینی از پر کنه همچین خوشتی آره زیاد حرف نزم میخوام تاق بسد باکنه پنج تومن پول نقد بده این میلیون؟ نه پر پول نقد کجا بود اصلا؟ خب کارت بکش دونیم این دونیم بعدم مالیات کم میکنه از دونیم من دونیم بس از این نداره من دوتا گذاشتم اینجا شما که خیلی کارت بکش دونیم این دونیمون چش پاشتی نه؟ دو بار کلی هم پول دادیم و کلی هم درد کشیدیم ولی فرق میکنه اونا سطحی کار میکنن من عمدی کار میکنم جدی؟ بله مو این قدرتشو از مغز میگیره دیگه مثلا الان تو میری کله پاچه بناگوش نمیخوری فقط میگی مغزم بده برای این چی؟ برای اینکه قوی بشه واسه یه دوتا عکس بگیرم بعدن تبلیغات خواستم کنم بعدش هم این پنج تومن دارم دوم میپاشم ها پنج روز دیگه بیا اینجا بیست تومن هم حاضر نیستم پس به ما بده بریم تا پنج وایسا برای چی میخندی؟ الان تو با این قیافت باید بخندی آره ناراحت باش اعصابت خراب خدای منو چرا اینجوری آفریدی؟ قیافت اینجوری باشه خب برگرد بعدن که مود در آورد After Before ببین اینو چی شد؟ ترسیدم بابا چه چیزی نمفتیم یه ساعت اصلا درگیر چی اینجا تو؟ خب بابا این تو جا نمیشه خب بگو من خودم بیام بابا جاش بدم یه کاری تو مگه اینجا بی... بابا جا نمیشه دیگه جا نشه حالا خب جا نشه ببینو بیرون خراب بشه خراب بشه والا اینو بیا بکن ببین ببین یه دقیقه بیا ببرم باید داری کلفم میکنی خیلی بوش خوب شده کلفم میکنی یه دقیقه میگم بابا این چیزه که زده به دندونم واسه بیهسینا هی بوش تو دماغمه تو هم هی اینو میاد تو دماغ من کلافم میکنه ازش دندونات درست کردی یه دونه بخند نمیخوام آقا یه دونه بخند کلی پول نداری خب یه دونه میگم بخند آقا یه دونه بخند برای من یه دونه بابا به خدا من نمیفهم چرا ما پول دادیم تو که اصلا دندونات همین شکلی چی کار کرده اینو دندونه تو این طرز رنگ نداره سر نظر کشور من طرز به نظر من دیگه نمیخواد رنگشو عوض کنی سفیدش نکن بابا اصلا خورد میشه امروز تو آینه نگاه کن اصلا یه جور رنگش رو اصلا من ندرستش میکنم منو به خدا بابا درستش کنم یارو دکتر گفت دندونای من خیلی کار داره حالا من میگم تو خیلی میخوای عجله نکن ها عجله نکن بزنی کارمارا که میخواد دندون من بکنه چه جوری میشه نتیجهش میشه دیگه مطمئن باشیم واقعا آره دیگه آره دیگه بابا آخه ندیده نشناخته اصلا دندون تو ببین دست کدوم دکتری اشتباهه دیگه اون هم بخوایم پول بدیم حالا پولش که البته فدای تار مرد تار موی نداشته ولی خب مثلا میگم یهو بزنه فک مک تو بیاره پایین چی الان کی میدونه یهو دیدی فک من اومد پایین البته کسی فک منو بیاره پایین بزنه فکش میاره پایین آقا تو را یه چیزی من به فکرم رسید من میگم الان ما همینجور نایده نشناخته داریم دندونای منو بدیم دست این دکتره خب بزنیم اول ببینیم دندون تو چیکار میکنه اصلا پولش و اینا مهم نیست اون فدای تارمون ولی یهو فک مکمو میزنه میاره پایین ولی همینا رو گفتم من همینو دارم میگم همینو میگم همینو چپ بویی داره این نذاشتی تو رو ادکلونه رو بردارم این نه آوردی او سوسکش میده بابا آدم پول میده ایست درست حسابی بخره این چی آخه پول آشغاله که آدم نمیده آشغاله نه آشغاله اونی که البته برای خود برداشتی آشغال نبود نه اتفاقا خیلی هم از اونی که برای من برداشتیم گرونتر بود این بچه ها وای 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 این من تیک گرین تری میمینه فری از همون عطره رو من برای کی خریدم؟ آقا زنونه بود دیگه برای خودت برداشتی همون عطره دیگه که... برای خودم خریدم تو مطمئنی من عطر زنونه رو برای خودم خریدم؟ تورا؟ تو قد کلونه رو برای شیوا برداشتی؟ نه به من چه برای شیوا چیز بخرم خوش بر بخرینم پول داره آفا برای کی برداشتی؟ برای تو خریدم آقا میگم زنونه رو من دارم میگم من سیبیل بدم زنونه رو بزنم یه زن اون فکر و احساس نداشتت رو به کار بنداز ببین آخه یه زنی که شوهر داره عاشق شوهرشه اگه وقت طلا میخره عطر میخره لباس میخره برای کی میخره؟ برای خودش
چقدر بی احساسم. خواد تو سر من کنم با این شوهر بی احساسم. واقعا خواد تو سر بی احساسه بکنم. خواد تو سر من کنم. نه میگم خواد تو سر تو با من با منظورم خواد تو سر من کنم. نه زن شوهردار هر چی میخره به خاطر شوهرش میخره. عطر میزنه که شوهرش خوشش بیاد. طلا میندازه دستش که شوهرش ببینه کیف کنه. لباس میپوشه که شوهرش لبخند بزنه سرش تو زندگی خوش بشه. این همه این رادیو تلویزیون چیزای روانشناسی میگه تو اصلا گوش نمی‌کنی. همین دکتر افروزینا چرا دیدم توران خدا شاهده تو هر کاری داری میکنی تو زندگی همش همین زندگی تو ریختی به پای من. اصلا من میرم این نان درست میکنم طرح لبخندم درست شه برای کی میکنم این کارو؟ میخوام بخندم تو پاشت بیاد دیگه. وگرنه که این دردونه کج و کله نمیدونم زرد و زار این همه سال عمر با من بوده حالا از این بعدم با همین میگذرم بالا خدا شاهده هر کاری داری میکنی داری برای من میکنی بله این گند مزخرف که تو دهن تو بود تو با همینجوری ادامه میدادی نه میگم این دندونه کج و کلت که بود که تو دهنت ولی تو مزخرف تو دهنم نه میگم این کثافت که بود میگه نه خودمو دار نه ببین من دارم میگم که این نه اصلا من منظوری نداشتم خیلی زود تو بهت برمیخوره هی علاسه من ناراحت میشه ببین من بحث اتکلونو کردم تاکید کردم مثلا باید برای منم میخریدیم میخواستم مثلا منم برای تو خوشبو باشم دیگه بده خوشبو داری خودت میگه اصلا بوی خوب خوشبو اینی که تو میخواستی بخری بو امشی میدم نگو تورم خوب من دوستش داشتم امشی میدم دیگه امشی میدم دیگه بابا آدم این همه پول میده الان جنس اصل بخره نه که تقل که مگه این اصلا تقل یارو پدر سوخته این همه پول میخواست بگیره تقل بود سرت داشت کلا میذاش قاردی من نمیدونم چند بار باید برای تو توضیح بدم فرق بین جنس اصل با جنس تقل چیه آقا توران یه بار دیگه میشه توضیح تو با یه نگاه چجوری میفهمی یارو تقله با درش برشم بو کنم خب درش گفتم دستم بو کنم بخواستم جا بزندم جانه این جانه این تقل چند بار باید توضیح بدم یه بارم به ما یه چیز خوشمون اومد تقل هستم حالا قصه نخو ببین مغازه اصلا یه جوری بود یه جوری به در سوخته اصلا یه جوری بود معلوم نیست حالا این عطر منم یه درست حسابی باشه اصل باشه که من اینم ممکنه حتی شاید شانس آورده باشم باشه نمیدونیم ولی شانس شانس آورده باشی من میگم شاید شانس آورده باشی مال تو حداقل چیز باشه آره اصل باشه قصه نخور ولی تو قصه نخور بریم ما قرار کجا بریم بکوی بریم شهرستان با هم تو چرا اینقدر خفیفی بریم قرار کجا بریم؟ بریم قشنگ چالوس لب رود خونه اون هندو بریم خارج بابا فرامرزی ها. خارج آها بریم قشنگ خونه آقای فرامرزی تو خارج خارج ها خارج کلی میگی کلا خارج ها رفتیم خارج بعد چیکار می‌کنیم میبرمت پاریس پاریس چه خبره؟ چه خبره پاریس؟ معدن هرچی عطر و اسکلات تو دنیا پاریسه. ها معدن اون. الان تو مثلا زیر عطر رو نکنی، پشت جعبش رو نکنی، همینش مندن پاریس. نشه مندن فرانسه. اصلا میخوای الان من برم اینو آدم بیارم نشه مندن فرانسه. الان اینکه مثلا اصل باشه زیرش نوشته مندن فرانسه. هر چیزی اش نوشته باشه مندن پاریس و فرانسه اصله. یه دونه مثلا من اون مندن فرانسه بود اینا تقله. تقله. خب مندن پاریس مندن فرانسه. الان چه جوری مثلا الان پری مطالعه چیزی اینا داری؟ اینقدر حالم بده یه مسکن خوردم بعد یه اینجا زده که اینو بیمسیم مسکن خوردم گفتم که مثلا خوب بشم و اینه من اینجا درس بگیشم یه پتو ملفه بر من میاری؟ میرم آره میرم یه پتو ملفه بر اصلا اینقدر گیجم اصلا شلچون دارم حد میزنم یارو ولی چه پدر سوخته ای بودم برداشته من پتو پلنگیر بیا پلنگیه آره. حمیدی بیا جلسه داریم جلسه هست؟ جلسه هست شما کجا؟ جلسه برای گفتی صدا زدم شما رو جلسه هست دیگه باید بیرون باشم بابا یه تیمیم دیگه چرا اینجوری میکنی؟ جلسه که الان میه منو صدا میکنی میگی بابا بیا دیگه گیر من میفتی شما خب دیگه هی میخوام به خودم بقبولونم که این بچه تو این سرقتو دست نداشته از هر وری میرم میخورم بهش خب آقا این قیاسی که فرستاده بودیم هیچ اطلاعاتی نیورده براتون بابا قیاسی هم خنگه گیجه دیگه بهش میگم برو نامحسوس تعقیبش کن رفته به محسوس ترین شکل ممکن سر رو یارو سبز شده خب میفهمه دیگه فقط میگفت یه کمی مشکوک خب آقا تفلی این بچه اصلا اخلاقش این شکلیه مدلش همینه دیگه آره به نظر منم بعیده کامران ریگی به کفشش باشه فقط زیادی ساده است
خدا کنه اینجوری باشه که تو میگی. ولی خب تو این فیلمایی که دیدیم حداقل تو 3 تا از محله‌های سرقت کامران دیده شده. باید خودم با روش‌های فنی تخلیهش کنم. فنی دیگه یوسفی. ببرید شتا به خصوصی. اسدی جام سرنگ میخوام باید خصوصی صحبت کنم. بیا من که گفتم گیره ما میفته. پس عمومیش مال شماست، خصوصیش مال ماست. چی شد؟ چرا در بستی؟ اینجا جلسات عمومی برگزار میشه، خصوصی ها یه جای دیگه است. کجاست؟ با همه اینجا رو دیدم. بریم من بهت بگم. این بر این بر بیش. این خیلی خصوصیه. باشه برو.